20 phrases utiles en français. 20 جمله کاربردی در زبان فرانسوی. Bonjour. به کلاس زبان فرانسوی این بگت سیل و پلی خوش آمدید. در این جلسه می‌خوایم در مورد 20 جمله کاربردی با هم صحبت کنیم. این 20 جمله رو خوب حفظ کنید، سعی می‌کنیم خوب با هم متوجه بشیم منظور هر جمله رو و اگه بتونید خوب این جمله رو یاد بگیرید، 20 جمله اضافه برای حرف زدن با فرانسوی ها بلد خواهید بود. پس بیاین صفحه کامپیوتر من رو با هم نگاه کنین و این جمله ها رو با هم یاد بگیریم. 20 phrases les plus utiles. 20 جمله‌ای که کاربرد زیادی دارن. میبینید آخر فراز اس اومده به خاطر اینکه il y a 20 phrases. Les plus یعنی که خیلی زیادن، بیشتر از همن، بالاتر از همن. اوتیل میشه کاربردی و چون 20 تا اس هم اضافه میشه. پس یه بار دیگه با هم جمله رو تکرار میکنیم. 20 phrases les plus utiles. نه میتونید به این میچسبونید. 20 phrases les plus utiles. با من تکرار کنید همه جمله ها رو. Appelez votre nom s'il vous plaît. Appelez votre nom s'il vous plaît. یا اگر همین جمله رو بخوایم سوالیش کنیم میشه Pouvez-vous appeler votre nom s'il vous plaît? Pouvez-vous appeler votre nom s'il vous plaît? Appeler یعنی املاش و گفتن. پس appeler votre nom s'il vous plaît یعنی که اسمتون رو املاش رو به من بگید لطفاً. اوزد اومده برای اینکه وقتی که داره حرف میزنه داره میگه وو، داره میگه شما. حالا سوالیش Pouvez-vous appeler votre nom s'il vous plaît؟ میتونید اسمتون رو املاش رو بگید لطفاً. اگر سوال دوستتون بود میتونست بگه Peux-tu appeler ton nom s'il te plaît؟ s'il te plaît اینجوری نوشته میشه. این سوالا رو و صفحه بعدم همینطور ازتون توی پرفکتور توی مری میخواین برید جایی ثبت نام کنید، بچه‌هاتون رو ثبت نام کنید جایی، این سوال همیشه ازتون سوال میشه که اسما رو اشتباه ننویسن. به خاطر این اسم و فامیل خودتون، اسم و فامیل بچه‌هاتون رو خوب خوب بلد باشید. Quelle est votre date de naissance؟ Quelle est ta date de naissance؟ Quelle est ta date d'anniversaire؟ پس این سوال رو بیاییم با هم بفهمیم. دت دو نسانس یعنی تاریخ تولد، به دنیا اومدن. دت سه لدت، چون لدته میگیم کل ولی تو حرف زدن متشخص نمیشه. چی هست؟ تاریخ تولد شما که اگر بخوایم تیتوایه یکی رو کنیم سوال میکنیم کل تا دت دو نسانس. وقتی که میگیم دت دو نسانس یا دت دانیورسیر فرقشون اینه که دت دانیسانس روز و ماه و سال رو میخوان. دت دانیورسیر معمولا فقط روز و ماه رو میخوان. یعنی این که اگه سالتون رو نمیخواین بگید سال تولدتون رو میتونید نگید. این جمله هام حتما ازتون سوال میشه توی پرفکتور، پلیس، خیلی جاها. تاریخ تولدتون رو به تاریخ میلادی حتما بلد باشید و تاریخ فرانسوی رو اگر بدونید روز و اگه 20 باشه روز و اول میگن، ماه و بعد میگن مثلا اگه ماه 11 باشه و سال 1900 par exemple 78 20 novembre 1978. اینجا در مورد بولانژری میخوایم حرف بزنیم. À la boulangerie. Répétez. À la boulangerie. میتونید بگید بولانژری، ژری یا میتونید بگید بولانژری، بولانژری. ولی آسونترش الا بولانژری. بونژور، اون باگت و اون کرواسان سیل وو پلی. اون باگت مثل کانال یوتیوب من، اون باگت و اون کرواسان. پس باگت سی لا باگت، به خاطر این میگیم اون و کرواسان ل کرواسان، به خاطر این میگیم un croissant. Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui. Il y a un axe.
Il fait chaud aujourd'hui. Aujourd'hui رو که میدونیم میشه امروز. در مورد هوا وقتی که میخوایم حرف بزنیم با فر میایم. Il fait froid. Il fait chaud. Il fait humide. Humide. یعنی که نمناک هوا نم داره هوا مرطوبه. پس میشه faire froid. Il fait froid et il fait chaud. Attention, من اینجا بنوشتم. اگر میخواییم بگید من سردمه یا من گرممه میگید j'ai froid یا j'ai chaud. با avoir froid میاد. Avoir froid یا avoir chaud. چون این خیلی مهمه. اگر بگید je suis chaud یا je suis chaud میتونه اشتباه فهمیده بشه و معمولاً در مورد چیزای سکسیه و فکر کنم معمولاً نمیخواییم این اشتباه بشه. با avoir froid میشه j'ai froid, tu as froid, je dis tu as, il a froid, nous avons froid, اینجوری میاد. پس j'ai froid یا j'ai chaud. Aujourd'hui il fait chaud, j'ai vraiment chaud, j'ai très chaud. Tu veux aller boire un verre? یه جوری دیگه میشه سوال کرد. Est-ce que tu veux aller boire un verre? فکر کنید مثلا شما با دوستتون هستید و میخواییم بهش بگید میخوایی بریم یه جای قهوهی بخوریم یه الکل یه چیزی با هم بخورید. معمولا فرانسوی ها میگن un verre. وقتی که هم میگن un verre معمولا میخواییم برن یه بار یه کافه برن. میتونید هم سوال کنید tu veux aller boire un café؟ مثلا tu veux یعنی میخوای ازت سوال دارن میکنن یا est-ce que tu veux میخوایی aller بریم بری رفتن بوار نوشیدن ان ور یک لیوان یعنی اینکه این سوال که میخوای بریم جای یه چیزی بنوشیم غذا نیستش. این سوال خیلی مهمیه برای اینکه فرانسوی ها خیلی میرن کافه خیلی میرن روزشون رو توی کافه ها هستش وقتی که با یه دوستی هستن ولی نمیخوان غذا بخورن. پس این سوال خیلی خوبیه. Tu veux aller boire un verre? اگر هم میخواییم سوال کنید که با شما باشه میشه Tu veux aller boire un verre avec moi? با من؟ جمله های این صفحه Ce soir, je vois un ami. Ce soir, je vois une amie. Ce soir, je vois des amis. میبینید این جمله همشون با Ce soir, je vois. یعنی که امشب ce soir ce میاد برای این که c'est le soir پس ce soir je vois من میبینم کیو میبینم un ami یک دوستو این دوستمون مسکولنه اوکی ce soir je vois une amie une amie میبینید او داره یه دونه او هم اینجا میاد یعنی این که یک دوست خانومه پس این دوست فمیننه. حالا میخواییم بگید Ce soir je vois des amis یعنی پلوریله و یعنی دوست هامو میبینم. مثلا ازتون یکی سوال میکنیم یه امروز بریم بیرون شما میگید نو Ce soir je vois des amis یعنی که من نمیتونم یعنی که من امشب دوست هامو میبینم. J'ai très envie d'aller au cinéma ce week-end. یعنی که خیلی دلم میخواد این ویکند برم سینما. J'ai très envie d'aller au cinéma ce week-end. J'ai envie. این très رو میتونیم بذاریم کنار برای اینکه این خیلیه. این رو میتونیم بذاریم کنار. میشه j'ai envie. یعنی من هوس کردم. من دلم میخواد. J'ai envie. معمولا میگن j'ai envie de یعنی اینجوری j'ai اصطلاحش اینجوریه j'ai envie de d'accord j'ai envie de manger ولی این چون aller هستش نمیتونید دو تا وایل رو به هم بچسبونید پس میگید j'ai envie de شو برمیدارید یا آپاستروف میذارید d'aller au cinéma ce weekend چون le weekend میگیم ce weekend حالا یه جمله دیگه malheureusement je n'ai pas le temps ce weekend malheureusement
Malheureusement, متاسفانه, malheureusement, je n'ai pas le temps ce week-end. متاسفانه, je n'ai pas le temps, یعنی من وقت ندارم. J'ai le temps, یعنی من وقت دارم. Je n'ai pas le temps, وقت ندارم. Ce week-end, این آخر هفته. مثلا فکر کنید که تونو اصرار کرده که Est-ce que tu veux aller au cinéma ce week-end? شما جواب میدید Malheureusement, je n'ai pas le temps ce week-end. Excusez-moi, pouvez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît? Mon portable n'a plus de batterie. دوباره بگیم. Excusez-moi, pouvez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît? Mon portable n'a plus de batterie. Je ببخشید. Pouvez-vous, میتونید, لطفاً آخره, میتونید لطفاً به من بگید ساعت چنده؟ Me donner l'heure. ساعت رو به من بدید. یعنی که به من بگید ساعت چنده. حالا چون یک سوال خیلی عجیبیه دیگه الان که مردم ندونن ساعت چنده، برای اینکه اگه ساعت نداشته باشن معمولا موبایلاشون باهاشونه. اگه فکر کنه مثلا آدمه بشه یه دفعه نگه این بیزاره این آدمه، میتونید بگید مون پورتابل نا پلو د باتری. موبایلم مون پورتابل، برای اینکه سه لو پورتابل، وقتی میگیم لو پورتابل یعنی مون پورتابل، N'a plus de batterie. N'a d'or et de batterie. N'a plus de batterie. Combien coûte cette chemise, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à trouver l'étiquette. Combien coûte cette chemise, s'il vous plaît? Mivinit, s'il vous plaît, hamedjohast. S'il te plaît, s'il vous plaît. Khayli mohemme. Combien yani qiymatesh cheghade? Combien coûte cette chemise, s'il vous plaît? Non. شپو داره یادم رفت بنویسم شمیز میشه پیرهن چون سه لا شمیز فمینانه پس میشه ست شمیز این پیرهن چند لطفا je n'arrive pas à trouver l'étiquette je n'arrive pas یعنی من نمیتونم j'arrive je n'arrive pas انش اینجاست پا اینجاست فعلم وسطش میاد اینو که میدونید Je n'arrive pas à trouver پیدا کنم l'étiquette. نمیتونم اتیکتش رو پیدا کنم. میشه به من بگید این پیرن چنده اتیکتش رو نمیتونم پیدا کنم. Je voudrais un café avec un verre d'eau, s'il vous plaît. پس اینجا میفهمیم توی یه دونه کافه از گارسون سوال کنید بگید که یه قهوه و یک لیوان آب میخواین Je voudrais معمولا احتراممانه نمیگیم Je veux Je veux یعنی من میخوام معمولا آدم وقتی از یکی سوال میکنه میگه Je voudrais Je voudrais un café یه دونه کافه میخوام Avec un verre d'eau با یه لیوان آب S'il vous plaît Un verre پس میفهمیم اینجا Le verre d'eau Michel, un verre d'eau, s'il vous plaît. Tu as l'air fatigué. Tout va bien. Tu as l'air fatigué. Tout va bien. اینجا دارید سوال میکنید از یه نفری که میشناسیدش برای اینکه میگید تو. Tu as l'air fatigué یعنی بهت میاد خسته باشی. L'air fatigué یعنی نمیگید تو فتیگه. بهت میاد صورتت انگار که خسته هستی. Tout va bien. همه چی خوبه؟ شاید جواب بهتون بگه Je suis un peu malade. من یک کمی مریضم. یا میتونه بگه Je suis malade. این un peu بذاره کنار. Je suis un peu malade. Je tousse et j'ai mal à la gorge. Je tousse. Je tousse میشه من سرفه میکنم. Je tousse. و J'ai mal à la gorge. Mal miché, dard. À la gorge, galoum. J'ai mal à la gorge. Galoum dard me connaît. In jumlara mitun be doktoram begid. Pouvez-vous me dire où se trouve la station du métro la plus proche, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire où se trouve la station du métro la plus proche, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire, میشه pouvez-vous یعنی اینجا میتونیم زود بفهمیم که جملمون سوالیه. میتونید شما me dire به من بگید me dire où
او یعنی کجا وقتی که این خط رو داره یعنی کجا او ستروف کجا هستش لا استاسیون دو مترو ایستگاه مترو لا پلو پروش نزدیکترین پروش میشه نزدیک لا پلو پروش میشه نزدیکترین میگیم لا پلو پروش برای اینکه سه لا استاسیون دو مترو چون استاسیون لا داره پس میگیم لا پلو پروش اگه میگفتیم لو مترو میگفتیم لو پلو پروش و دوباره سیل وو پلی پووه وو مدیر او سو تروف لا استاسیون دو مترو لا پلو پروش سیل وو پلی جمله ای بعد سالو لیزا جو وی اوار 10 مینوت دو روتار Il y a des embouteillages. اینه مثلا میتونید مثلا اسمس میشه گفت که برای یکی زود میخواین دلیل دیر کردن تو بگید. سلو لیزا. سلو لیزا یعنی سلام لیزا. Je vais avoir 10 minutes de retard. یعنی این که من در آینده Je vais avoir یعنی من در آینده خواهم داشت 10 minutes 10 دقیقه de retard. یعنی دیر میرسم یعنی که قراری دارید به لیزا میگید سلام لیزا من 10 دقیقه دیر خواهم کرد ایلیا دز امبوتیاژ یعنی اینکه ترافیک هستش ایلیا یعنی هستش دز امبوتیاژ میشه ترافیک چون ببینید اینجا دز امبوتیاژ یعنی چند تاست میگیم اس داره میتونستی من بگیم ایلیا ان امبوتیاژ ایل تار ژو دوا رانتری Il est tard, je dois rentrer. یعنی این که یعنی الان دیر هستش. Il est tard, من باید, je dois, من باید برم خونه. Rentrer, rentrer یعنی برگردم. ولی وقتی میگم rentrer یعنی برگردم خانه. و چون اولین فعل صرف شده، دومین فعل رو انفینیتیو میذاریم. On se voit demain à 20h comme prévu. On se voit demain à 20h comme prévu. فردا ساعت 8 شب همدیگر رو میبینیم همون جوری که تصمیم گرفته بودیم اون سووا یعنی همدیگر رو میبینیم یعنی حداقل دو نفر سووا همدیگر رو دیدن دومن فردا ونتر هم جلسه قبل بهتون گفتم فرانسویا از 1 تا 24 ساعت حرف میزنن معمولا به خاطر این میدونیم اینجا ساعت 8 اون سووا دومن ا 8 کم پریوی همون جوری که prévoir کردیم همون جوری که قرار گذاشتیم je ne suis pas sûr oh là là je ne suis pas sûr یعنی مطمئن نیستم ببین ne pas که میاد منفی میکنه je suis یعنی من هستم je ne suis pas من نیستم sûr میشه مطمئن من مطمئن نیستم یعنی خوب شد ازش سوال کردید وگرنه بی خودی سر قرار میرفتید je n'ai pas faim je vais juste prendre une pomme. Je n'ai pas faim, je vais juste prendre une pomme. Man gushnam nist. J'ai faim. Miche man gushname. Je n'ai pas faim. Man gushnam nist. Je vais juste prendre une pomme. Juste in germanie farade. Yani man farade yek sib var midaram. Ay mitunist bege je vais prendre une pomme, yani juste nage. Yani ke man ye sib var midaram. ولی چون میخواد تأکید کنه که je n'ai pas faim من گشنم نیست جست وقتی که میگید یعنی که فقط فقط یه سیب ور میدارم prendre برداشتن je vais prendre je vais juste prendre une pomme این 20 جملمون هم تمام شد اگه میخواید پس کمپوزر رو خوب یاد بگیرید برید این ویدیوی منو حتما نگاه کنید اگر ایده جدیدی دارید، اگه جمله‌های دیگه‌ای می‌خواید براتون بنویسم و با هم کار کنیم، حتما برام بنویسید یا فارسیشو یا فرانسویشو. سعی می‌کنم یه ویدیو دیگه درست کنم با 20 جمله دیگه. جلسه‌مون هم تموم شد. تا دفعه دیگه خدا نگهدار. Portez-vous bien. À bientôt. Et n'oubliez pas une baguette s'il vous plaît.